امروز تا دوستی و دومین جلسه مون راجع به فلسطین و 42مین جلسه در شرح کتاب دکتر فرزاوی. ایشون میگه که صهیونیست یک خطریه بر همه جهان. میگه ببینید که یهودیان راجع به مسیحیان چی میگن. میگه ما یهودیتی که باش صهیونیستی که باش سر و کار داریم الان نه فقط بر مسلمانان و بر عرب خطرناکه، بلکه بر همه جهان و بر همه بشریت خطرناکه، به خاطر روح تعصبی که درش هست، به خاطر افکار و ویرانگری که درش هست، به خاطر دشمنی که با همه ادیان داره، بخصوص ادیان آسمانی، و دشمنی که با همه ملت ها در افکارش هست. همه این افکار خطرناک منشأش تلمودشونه و همچنین این افکار خطر بر مسیحیت همچنان که بر اسلام خطرناکه. ولذا ببینیم که رأی یهودیان راجع به مسیحیان چیه و رأی آراء مسیحیان راجع به یهودیان چیه تا این موضوع بهتر شناخته بشه. چون از استاد محمد سماق در کتابش اصولیت انجیلیسم یا صهیونیسم مسیحی میگه که یهودی اجازه داره که برای به هم زدن بین مسیحی دروغ بگه، شهادت زور بده. شیعه هم این راجع به اهل سنت همین رو میگه. میگه که اسم پروردگار آلوده نمیشه وقتی قسم بخوره، حتی اگر راجع به مسیحی هم دروغ هم بگه. دومی که بر یهودیان واجبه که همیشه با مسیحیان فریب کاری کنن. میگه کسی که با مسیحیان نیکی بکنه از قبرش هرگز بلند نمیشه. میگه که ببینید که ما چطوری کمر کلیسای کاتولیک رو شکستیم تا تونستیم داخلش نفوذ کنیم. بعضی از کاهنان خودمون رو تربیت کردیم تا وارد کلیسای کاتولیک بشن و به خاطر ما کار بکنن. بعضی از فرزندانمون رو دستور دادیم که وارد جسم کاتولیک بشن با عمل دقیق تا کلیسای کاتولیک رو از قلبش، از داخلش ویران کنن، از راه اختلاق رسوایی های داخلی. و اون وقتی که ما به نصیحت امیر یهودیان گوش دادیم که با حکمت بالغی به ما وصیت کرده که بعضی از فرزندانتون رو بذارید کاهن بشن، کلیسا برن، ابرشیات یهودیان هم مسیحیان برن و کلیساهاشون رو از داخل ویران کنن و ایشون تأسف میکنه که متأسفانه بعضی از یهودیان این وظیفه رو به خوبی انجام ندادن، لیکن بسیاری این وظیفه رو به خوبی انجام دادن و به نتیجه رسیدن. ما پدر یک یهودی میگه که ما پدر همه انقلابهایی هستیم که در دنیا ایجاد شده، حتی انقلاب هایی که بر علیه خود ما شده. ما سروران جنگ و صلحیم بدون منازع. ما امروزه میتونیم علنی بگیم که جنبش اصلاح دینی مسیحی رو ما ایجاد کردیم. کالوین یکی از ما بود، از فرزندان ما بود، یهودی رو اصل بود. دستور به حمل امانت دادیم بهش. مسئولین یهود با پشتیبانی مادی خود از او تونست که برنامه اصلاح دینی رو در کاتولیک ادامه بده، همچنان که مارتین لوتر با دوستان یهودیش هم اینا رو علنی اعتراف کرده و اینجا هم برنامهشون بر ضد کلیسای کاتولیک با طراحی رهبران یهود و تمویلشون به نتیجه رسیده. باز ایشون میگه که ما از پروتستانت ها به خالص اخلاصشون به رغبت‌های ما تشکر میکنیم.
علی رغم اینکه اکثرشون به دینشون اخلاص دارن و اخلاص خودشون رو به ما نمیدونن، حد اخلاص خودشون هم. ما بسیار از اونا متشکریم در جنگشون بر ضد قلعه های مسیحیت تا اینکه تونستیم بر اونها سیطره کامل داشته باشیم. میگه حتی امروز ما در قلب دولت های موجود در اروپا قرار داریم و بقیه هم به زودی میاد. روسیه میگه که هم راهش رو که به ما به پیمانده شروع کرده. فرانسه به خاطر حکومت ماسونیستی که داره زیر انگشتان ماست. انگلستان با اعتماد به تمویل که بر سرمایه‌ای که ما زیر پاش قرار دادیم زیر پای ماست. و چون پروتستانه وسیله ماست برای نابود کردن کلیسای کاتولیک. اما اسپانیا و مکزیک مثل عروسک دست ما هستند و همچنین دولت های دیگر زیادی هست علاوه بر ایالات متحده امریکا که در دست ماست. اکثر روزنامه های جهان زیر سیطره ماست و لذا ما کینه های خود را باید بر کلیسای کاتولیک خالی کنیم و با پشتیبانی و تقویت برنامه هایمون اخلاق غیر یهود رو فاسد کردیم، روح انقلاب رو در میان مردم کاشتیم، ملی گرایی رو در میانشون تحقیر کردیم، خانواده رو در میانشون تحقیر کردیم. اینکه دین و هر دینی باشه هیچ ارزشی نداره و وقت کشیه، از زمان اینها رو عقب انداخته، با مقتضیات زمان نمی سازه. و یادمون بیاد که پادشاه منتظر یهود، اونا منتظر مسیح دجال هم، مسیحیان منتظر مسیح، منتظر امام زمانشون هم. راضی به حکم این دنیا نمیشه مگر اینکه بابا پاپ در روم از کرسی خودش خلق میشه. و همچنین همه پادشاهان دنیا باید به پادشاه ما اطاعت کن، از پادشاه ما اطاعت کن. این سخن یهودیان راجب مسیحیان در جلسه بعد سخن مسیحیان راجب یهودیان هم یاری میشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.